علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، مولا، علی امیر المؤمنین، علی امام متقین، علی تمام هستی زهرای اطهر و نبی، زهرای اطهر و نبی. دعای حاجیان بر گرد کعبه، صدای آب زمزم یا علی بود. به بام آسمان از صبح آغاز، فلک را نقش پرچم یا علی بود، فلک را نقش پرچم یا علی بود. علی 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 جانا، علی 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 جانا، علی 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 جانا، علی 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 جانا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا احمد ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته العتيبين الانجبين الهداة المهديين، سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين صاحب الأمر والزمان، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. برای سلامتی حضرت بقية الله الأعظم إمام زمان عليه السلام، خوشنودی مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد بزرگوارشون مولا امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیهم السلام، اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا، بالاخص به محضر مبارک حضرت امام سجاد و امام هشتم زینبین علیهم السلام، و به محضر مبارک حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام صلوات بفرستید. عرایز ما در جملات سفارش نامه حضرت مولا امیر المؤمنین به فرزند عزیزشون حضرت امام مجتبی علیه السلام به اینجا رسید و این قسمتی که حالا عرض میکنیم باید خدمت شما عرض بداریم که مولا مرقوم داشته اند و نوشته اند برای فرزند عزیزشون تا به دست ما برسد، و ما شیعیان مولا دقت داشته باشیم و حواس جمعی مسئله بکنیم، اگر نه فرزند بزرگوارشان معصومند و از چنین مسائلی مبرا. ولی وقتی سفارش به امام مجتبی چنین می شود، برای اینه که ما حساب کار خودمون رو بکنیم. حضرت بیان نوشته اند در نامه خودشون که پسرم و ظلم الضعیف افحش الظلم، زشترین بدترین نوع ستم، ستم به انسان ضعیفه.
تمام انواع ستم بد است. تمام انواع ستم اگر جبران نشود و کسی با حالت ستم به دیگران وارد قیامت بشه، کارش خیلی سخت خواهد بود. متاسفانه در این زمان یه مقداری کم ما توجه میکنیم به این مسئله. من یه متن آیه قرآن رو خدمت شما میخوانم از سوره شریفه یونس، دو تا آیه از پشت سر هم، ظاهرن 54 و 55 آیه از این سوره شریفه. خداوند درباره کلی ظلمه، حالا تا بعد وارد بشیم به ظلمه به ضعیف، خداوند میفرماید ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض، اگر برای اون کسی، اون شخصی که ظلم کرده، تمام آنچه که روی زمین است مالش باشه، تمام آنچه که روی زمین است مال شخصی باشد که ظلم کرده، از دنیا می رود، روز قیامت زنده می شود. حالا اگر خواست چنین کند که لفتدد به، بخواد بیاد بگه که آقا من تو قیامت، بخواد بگه تمام زمین مال منه، آنچه در زمین است، و من میخوام رشوه بدم، فکر کرد اونجا هم دنیاست که میشه، حالا به هر حال هر کسی قیمتی دارد و با یه مقدار بالا پایینی بتواند ظلمی که کرده اسرا روشو بپوشونه. اگر تمام آن چه در زمین است و روی زمین مال این آدم باشه و بخواد رشوه بده، و اثر رو ندامه لما رأوا العذاب، خداوند میفرماد اینا وقتی عذاب رو میبینن پشیمان میشن چرا ظلم کردن، ولی پناه بر خدا، بعضی ها اینقدر روشون زیاده که تو قیامتم تو مراحل اولش اظهار پشیمانی نمیخوان بکنن. خدا میفرماد اثر رو ندامه، ندامت و پشیمانیشون رو میان میپوشونن، مخفی میکنن، دنباله اینن که بتونن یه رشوه به کسی بدن، نه طور نشده، خبری نشده، فکر میکنن الان میشه رشوه داد و مثل تو دنیا آب از آب تکون نخوره. خداوند میفرماد اما برنامه ما قضی بینهم بالقسط، خدا بین افراد به عدالت داوری میکند، به قسط و عدل و داد خودش داوری میکند، و هم لا یظلمون، خدا به کسی ظلم نمیکنه. این آدما با این که خودشون ظلم کردن، ولی در قیامت چوب کار خودشون رو میخورن، ظلمی بهشون نمیشه. بعد خدا میفرماد الا ان لله، تو آیه بعدی، ما فی السماوات والارض، ما گفتیم اگر این آدم تمام روی زمینم مالش باشه و بخواد رشوه بده فایده ای نداره. اما ضمناً حواستون باشه که این پرکاهی مالش نیست، هیچ کس تو دنیا پرکاهی مالش نیست، تا خواست از این دنیا برود کفنش کردند و جمعش کردند رفته. حتی اگر وصیت نکرده باشد، اگر دلشون خواست، یعنی حالت واجب کفایی میشد، حالا که من میگم دلشون خواست، حالت واجب کفایی میشود یکی از رابر سینه کفنش کنه، مالم داره به حسب ظاهر، ولی وصیت نکرده است که از مال خودم این کار انجام بدیم، بچه هم او روش رو کار بگذارن، میگن ما نمیخوایم، مال مالی ماست، نمیخوام، شهردار بیاد بدنی آقا را جمع کند بره. خدا میفرماید ضمناً بدانید
الا آگاه باشید ان لله ما فی السماوات والارض، همش مال خداست. یه چیزی که مال خداست مامورای اون طرفن، مامورا خدا رم نمیشه خرید چون احتیاج به کسی ندارن، چیزی نمیخورن، خونه ای ندارن، ساری ماموریت خودشونن، ده ها هزار سال سر ماموریت خودشونن، میلیارد ها، من ده ها هزار سالی که میگم کنایه از بی نهایته، میلیارد ها میلیارد سال است خازنه جهنم، یه خازنه. حالا شب بخواد برد خونشونه بخوابه، ده آدم که نیستن اینا که خسته بشن از چیزی. خدا اونا رو طوری آفریده است که اصلا خستگی برشون معنا ندارد. ملائکه احتیاجی هم ندارن که بخوان از کسی چیزی بگیرن، دختر نمیخوان شوهر بدن، پسر نمیخوان، این بازی یا نیست. مامورا خدا به هیچ کس احتیاجی ندارن که بخوان چیزی بگیرن. خدا میفرماد همه ی آنچه در آسمان ها و زمین مال منه، چه از اموال چه از کسایی که مامورای من هستن، همه مال من است. الا دوباره خدا آگاهی و تنبیه میدهد ان وعد الله حق، اینی که گفتم حقه. اونجا کسی رشوه بر ظلم که کرده نمیتواند بدهد، ولکن اکثر الناس لا یعلم، مثل خیلی چیزایی دیگه که اکثر مردم نمیدونند و توجهی هم بهش ندارن، این مسئله هم همینطوره. هزار بار من یه آیه رو خوندم که تمام آنچه در آسمان و زمین است مال خداست، بازم تا از منبر اومدم پایین ممکنه که حواسم پرت بشه و منم کنم و فکر کنم با مالی که در دستم هست به عنوان امانت خیلی کارا میتونم بکنم، حقوق دیگرانو میتونم ضایع کنم. حالا که این دستش به جایی نمیرسد، پس من هر کاری میتونم انجام میدم. پناه بر خدا. مولا نوشتن حسن جان بدترین نوع ظلم، زشت‌ترین نوع ظلم، ظلم به انسان ضعیفه. مولا امیرالمومنین حدیثی از خداوند رو بیان میکنن، حدیث قدسی. حضرت می فرمان قال الله عز و جل، خداوند فرموده است اشتد غضبی علی من ظلم من لا یجد ناصرا خیری، نه همینطور غضب کنم، بسیار شدید خواهد بود غضب من بر اون کسی که ظلم کند به اون فردی که اون مظلوم غیر از من کسی را نداشته باشد. خیلی سخت گیری می کنه خدا، خیلی سخت گیری میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفرمایند حضرت اتقوا دعوت المظلوم، بپرهیزید از نفرین مظلوم و ان کان کافرا. توجه باشه با بپرهیزید از نفرین آدم مظلوم اگرچه اون مظلوم کافر باشد. فانه لیس دونه حجاب، خداوند وقتی او را میخوانند و چیزایی میخوان افراد بین افراد مختلف و بین دعاهای مختلف، بین اوقات و زمانهای دعا، مکانهای دعا فرق هست. گاهی یه دعایی در یک زمانی می شود و در یک مکانی می شود که فوراً از همه ی حجابهای خدا رد می شه، بلکه بهتر بگویم او وقت حجابی نیست. کسی میره کربلا شب 23 ماه رمضان شب قدر، استغفاراشو کرده، طلب آمرزش کرده، سید الشهدا را واسطه قرار داده، زیر قبه سید الشهدا کنار قبر مطهر حضرتش دستشو بالا میکنه، شروع میکنه دعا کردن، حجاب برطرف شده.
ممکن است؟ نه، بیاد این طرف قبه، فرق میکنه. بیرون حرم بیاد دعا کنه، اون جام کربلاست، فرق میکنه. فرمودن به ما اجابت دعا تحت قبه سید الشهدا. جای دیگه هم بله خدا اجابت میکند، اما سرعتش، اما اینکه مانعی باشه تا بیاد این دعا رد شه، فرق میکنه. این انسان مؤمن باشد یا نباشد فرق میکنه، مؤمنش در چه حدی باشه تفاوت میکند. غیر از انبیاء اعظام بعضی ها بودن تو طول تاریخ بر اثر عباداتی کرده ان، اینا به عنوان مستجاب و دعوه معروف شدن، فوراً دعای میکردن، خدا هم دعاشون رو مستجاب میکرده. همون وقت همون شخصی که خودش این دعا رو احتیاج داشت میکرد فایده نداشت. اون آدم بر اثر بندگی حجابای بین خودش و خدا برطرف شده، خدا زود حاجت رو میده با واسطه دعای او. پس زمان، مکان، شخص دعا کننده، نوع دعا، این که من اول از تا میخوام دعا کنم، شروع دعای خودم صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اون وقت دعا کنم، اون وقت دعا کنم. بعد از درود بر پیغمبر و آل پیغمبر حجاب یه مقدارش برطرف میشه. این که من دعا که میخوام بکنم سرم روی مهر خاک و تربت حضرت سید الشهدا باشد و دعا کنم، مخصوصا اگر تو حال نماز باشد، خصوص نماز روایت داریم، حجاب ها برطرف میشه. پس افراد فرق میکنن، زمان و مکان، شرایط فرق میکنه تو اینکه حجاب ها و موانعی برای آن باشد که دعا برسد، خداوند قبول کنه، اجابت کنه، حالا تا میاد برگردونه و جواب بده، تفاوت میکنه. خواه ناخواه دعای کافر را خدا به این زودی مستجاب نمیکنه، شرایط قرار داده برای دعا. ما گفتیم زمان و مکان و خود شخص و نوع دعا. یه دعا را از کافر خداوند بی واسطه فوراً مستجاب میکنه. پیغمبر میفرما دیگه حجابی بین او و خدا نیست، اگر چه کافره، اونم وقتی که این کافر مظلوم واقع شود. وای اگر مؤمن باشد، وای اگر مؤمنی باشد حقیقی، دستش هم به جایی نرسه، وقت چطور میشه؟ حواسمون هست، صبح تا شون داریم چی میکنیم؟ خودم عرض میکنه زبانمون، ما هم تا صحبت از ظلم میشه فوراً من که مالی کسی نخوردم، مالی کسی نخوردم، اما صبح تا به شام 10 تا آب رو که بدتر از مال مظلوم خوردنه، 10 تا آب روی انسان مظلوم را ریختم. کسی که مورد ظلم واقع شده و کسی هم نیست ازش یاری کند او را و دفاع کنه، ممکنه این شخص خیلی قوی باشد، من پشت سرش دارم تهمت بهش میزنم، مظلوم واقع شده چون تهمت دارم بهش میزنم، اون وقتم که من دارم تهمت میزنم یار و یاوری ندارد الا الله، خدا که میدونه، غیبتش دارم میکنم، خدا که میدونه. فوری نریم تو مورد مالی، یه مورد مورد ظلم مالی است، ظلمای آبرویی که غیر قابل جبرانه، یه سریش واقعا غیر قابل جبرانه، یعنی حتی بعدم آدم بره حلالیت از طرف به طلبت دیگه فایده نداره، سر جا اولش بر نمیگردد، مثل یه روغنیست که بیروزه به لباس، حالا هرچی هم لباسه بشورن آخر آثار اون لکه هست، کارش هم نمیشه کرد. حذر کن ز درد درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. آخرش ناراحتی های درونی اشخاص که ما به وجود میاریم یه روزی خودش نشون میده. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی به هم برکند.
مخصوصا تو مورد دل شکستن افراد، انواع و اقسام ظلم. بفهمیم طرف ضعیفه و ما هم شروع کنیم. ممکنه خدا صبر کنه، همون وقت ما گاهی اوقات گول خوردنمون از اینجاست. یه بار یه ظلم کردیم، بعدم میبینیم نه مثل که خبری نشد، انتظار داریم مثل که همون وقت سنگ پایین بیاد از آسمانه بخوره تو سر ما، همچه جوری نیم. بالاترین ظلمی که تو این عالم شده ظلم به سید الشهدا علیه السلام بوده و عزیزانشون. بنای خدا آن بود که تا 5 سال خدا صبر کنه تو انتقام ظاهری که توسط مختار گرفته شد. بنای خدا بود 5 سال خدا صبر کنه. چرا همون وقت نشد؟ و بودن کسانی که تو همون روز عاشورا همون لحظه نفرین کردن سید الشهدا، همون لحظه به طرف گرفت آورد در مقابل سید الشهدا، بعدم جسارت کرد گفت نمیگذاریم این آب بر لا اله الا الله، گفت بر حیوانات وحشی و نجس این بیابان حلال اما به تو نمیدهیم. طوری دل سید و شهدار شکست که حضرت نفرینش کردن، فرمودن امیدوارم قبل از آتش آتش قیامت از آتش جهنم نصیب میشه. همون وقت اسبش رم کرد، از رو اسب خورد رو زمین، پاشتور کاب گیر کرد، کشوندش تو بیابان طرفی که اینا خودشون آتش روشن کرده بودند، به درک واصل شد. اما بناس چه سریس نمیدانیم، شم را 5 سال مهلتش بدن، ما که حکمت خدا را نمیدونیم. تازه اون انتقام حقیقی خدا توسط بقیت الله علیه السلام بعد بناس انجام شه. اگر دیدیم یه ظلمی کردیم و آب از آب تکون نخورد، همچی نیست که آب از آب تکون نخورده باشه. حالا نشد 10 سال دیگه، 10 سال دیگه نشد 20 سال دیگه، 20 سال دیگه من تاوانشو پس ندادم، بچه من 2 برابرشو باید پس بده. یه بار دیگه هم عرض کردم کار خدا با این که ربا حرومه، اما تو این مورد خدا ربایی حساب میکنه کارا. یه چوب زدی 10 تا چوب باید بخوری، کار خدا اینطوریه. مولا امیرالمومنین در یکی از خطبه های نهج البلاغه، ظاهرا در کلام 224 نهج البلاغه است، بارها شنیده ایم این قسمت رو، اون وقتی که برادرشون عقیل آمد یه مقداری پول اضافه تر از دیگران از سهم بیت المال میخواست، حضرت صحبت هایی کردن، بعد فرمودن که عجیب تر از این مسائل این که این موارد این چنینی که یک شب کسی در خانه مرا زد و یک ظرف سرپوشیده ای پر از حلوای بسیار عالی برای من آورد، یه معجونه ای آورد برای من، یه حلوای خیلی خوبی، ولی این حلوایی بود که من ازش متنفر شدم. چرا؟ چون که انما اجنت بریق حیت او غیعها، که انما آب دهانه مار یا برگردانده غذای دهانش را مار تو این حلوا ریخته. ظاهرش یه حلوای تر تمیز در بسته بود، ولی حقیقتش چنین بود. من به او گفتم که آیا این هدیه است برای من آوردی تو این نیمه شب، یا زکاته یا صدقه است؟ زکات و صدقه که بر ما اهل بیت حرامه. گفت نه صدقه است و نه زکات، بلکه این هدیه است، ولکنها هدیه. حضرت فرمودن به او گفتم که زنان بچه مرده بر تو گریه کنند. زنه بچه مرده اینقدر خودش داغ دارد که برای بچه خودش گریه کنه، تو اینقدر داغ ببینی که تازه زنه بچه مرده برای تو گریه کنه که همچی کاری میخوایی با من بکنی، که بخواهی به علی ابن ابی طالب رشوه بدهی به عنوان هدیه. حضرت بیان میکنن این مسئله را.
آیا آورده ای این عنوان را، عنوان صحیحی را گرفتی به ظاهر هدیه، اما داری رشوه میدهی به من برای اینکه مرا گول بزنی؟ آیا دیوان شده ای؟ آیا دستگاه ادراکت به هم ریخته؟ یا هزیان میگویی؟ بعد حضرت این مطلب را فرمودن که خیلی معروفه: والله لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها، اگر همه ی هفت آسمان با هر آنچه در زیر آن آسمان ها هست به من بدن، الا ان اعصی الله فی نملتن، که من ظلم کنم به یک مورچه به این که اسلبها جلب شعیرتن ما فعلته، از این که من یه پر کاه جویی را از دم دهان این مورچه از روی ظلم بگیرم ممکن نیست من چنین کاری بکنم. نه آدم زاد مورچه، نه مال آنچنانی، یه پر کاه جو، اونم تازه پر کاه جویی که در حد اینه که یه مورچه بتونه برداره. من علی ابن ابی طالب چنین ظلمی را نمی کنم. بعد حضرت فرمودن که دنیایی که شما دارید، که حالا توی حلوا برای من آوردی، کل دنیا برای من ارزشه مقدار علفی که حالا یا سبزی که ملخ دم دهانش میگیرد برای من ارزشی ندارد، بلکه پستر و خارتر است. علی را با نعمتهای فناپذیر و لذتهای نابود شدنیه دنیا چه کار؟ بعد حضرت چنین فرمودن که این برای ما خیلی نکته است. حضرت فرمودن نعوذ بالله من ثبات العقل، پناه میبریم به خدا از اینکه عقلمون خواب بره، او قبح الزلل و بهی نستعین، یه لغزش های خیلی زشتی از ما سر بزنه، پناه به خدا میبریم و از خدا فقط کمک میخواهیم که خدا کمکمون کنه پامون نلغزه، اونم به نوع لغزش های این چنینی. یعنی امیرالمومنین ظلم به یک مورچه را اونم به این حد از زشت‌ترین لغزش ها میدانن. همینه که حضرت فرمان به فرزندشون مینویسن پسرم ظلم به ضعیف زشت‌ترین نوع ظلمه. تا زنده این یه فکری بکنی، هر کس تو برنامه کار خودش یه فکری بکنه، تو کار شغلمون نکنه ظلم کنیم، تو طرز حرف زدنمون نکنه ظلم کنیم، نکنه حالا که زورمون میرسه، حالا که زنمون مثلا پدرش از دست داده، برادرم ندارد، بزرگتری فامیلم نداره، با زورمون میرسد بتونیم زور بگوییم، حالا زور بگیم و انواع و اقسام مواردی که هممون میدونیم اینا ظلمه. پناه بر خدا. این روایت رو اگر بارها و بارها و بارها و بارها بشنویم باز هم کم است که امام باقر علیه السلام فرمودن لحظات آخر عمر پدرم امام سجاد بود، مرا خواستن، مرا در بغل خودشون گرفتن، به من فرمودن پسرم، امام باقر می فرماند پدرم امام سجاد لحظات آخر قبل از شهادت منو به بغل گرفتن، فرمودن به همین طور که من تو را تو این لحظه به بغل گرفتم، پدرم امام حسین آن وقتی که اومدن با من وداع کنند، من همین طور تو بغلشون گرفتند، تو بغلشون گرفتند. بعد سفارشاتی به من کردند، از اون جمله فرمودن پسرم ایاک و ظلم من لا یجد ناصرا الا الله، پسرم بپرهیز از ظلم به اون کسی که هیچ یار و یاوری الا خدا ندارد. تو سخت ترین شرایط حضرت سید الشهدا که فقط باید کلمات خیلی لازمشون رو می فرمودن حضرت، چون دشمن دائم حمله می کرد
و اون وقتی که امام سجاد میفرمانی حرف پدرم برا من زدن، چند بار امام حسین رفته بودن جنگ و برگشته بودن، لذا دشمن همینطور نزدیک خیمه ها میشده. تو این چنین لحظات حساسی این سفارشو میکنن: بپرهیز از ظلم به اون کسی که الا خدا یار و یاوری. علی 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 جانم، علی 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 علی.